سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به چس تراپیست. همونطور که تو ویدیوی قبلی هم بهتون گفتم، مسابقات چس کیت کاپ 1 می برگزار شد 3-4 روز پیش و علیرضا فیروز رو هم توی این مسابقات حاضر بود. توی این ویدیو قراره یه بازی دیگه از علیرضا فیروز جا رو با هم ببینیم. دور اول این تورنمنت 9 راند داشت که از این 9 راند علیرضا فیروز جا تونست 7 امتیاز رو به دست بیاره و نفر اول تورنمنت بشه. حدود 140 خورده پلیر توی این تورنمنت حضور داشتن که با پرچم ایران فقط سینا موحد حضور داشت که با 4 امتیاز تونست رتبه 79 رو کسب کنه. علیرضا فیروز جا نفر اول شد اما با پرچم فرانسه، نه پرچم ایران. توی این تورنمنت علیرضا فیروز جا با انیشگیری هم بازی کرد که اون بازی با نتیجه تساوی به پایان رسید. همینطور با لوان آرونیان هم بازی کرد که اون بازی هم با نتیجه مساوی به اتمام رسید، که توی بازی با لوان یک موقعیت رو علیرضا از دست داد که میتونست بازی رو ببره و در نهایت به یک آخر بازی رسید که علیرضا فیروز را 2 اسب داشت و لوان آرونیان با شاه داشت بازی میکرد و آخر بازی 2 اسب و شاه هم میدونیم که توی شطرنج مساویه. گفتم اون بازی ها رو هم بهتون نتیجه‌شو بگم چون قرار نیست براتون اون بازی ها رو بررسی کنم، چون تساوی اتفاق افتاده و این بازی یکی از جذابترین بازی های این تورنمنت بوده که علیرضا داشته و قرار این بازی رو با هم بررسی کنیم. جایزه این تورنمنت هم 2 میلیون دلار اگه اشتباه نکنم و تورنمنتیه که chess.com برگزار کرده. بدون حرف اضافه و معطلی بریم روی صفحه شطرنج تا این بازی جذاب رو با هم داشته باشیم. بازی قبلی که بهتون نشون دادم علیرضا با مهره سفید بازی میکرد، اما این بازی با مهره سیاه بازی میکنه. اگر که اون بازی رو هم ندیدید، لینکش رو بالای صفحه قرار میدم، میتونید روش کلیک کنید و اون بازی رو هم ببینید. حریف علیرضا فیروز جا گریگوری اوکارین هستش که با مهره سفید بازی میکنه و بازی رو با حرکت D4 آغاز میکنه. علیرضا اسب F6 و حرکت C4. E6 از طرف علیرضا آماده میشه برای دفاع نیمزو هندی، اما حرکت اسب F3 رو انجام میده، ضد نیمزو هندی بازی میکنه، این یکی اسبش رو گسترش نمیده. توی همین لحظه علیرضا میره سراغ گامبی وزیر پذیرفته نشده G3. سفید هم میره سراغ گشایش کاتالان و حرکت فیل B4 کیش، فیل D2 و فیل خودش رو علیرضا برمیگردونه. درسته یه تمپو اضافه خرج کرده علیرضا فیلش رو ببره و برگردونه، اما الان هم فیل سفید فیل خوبی نیست و یه تمپو هم سفید باید خرج کنه برای فیلش که جابجا بشه. فیل G2 فیل رو فینکدو میکنه و هر دو طرف توی بازی قلعه میرن. اسب D7 گسترش اسب از طرف فیروز جا و توی حرکت بعد اوپارین یه حرکت عجیب رو انجام میده. اینجا بهترین حرکت از نظر انجین حرکت وزیر C2 بوده که یه حرکت گسترشی وزیر هست، اما حرکت فیل C3 رو اوپارین توی بازی انجام داده که حرکت جذابی به نظر نمیاد. این فیل الان به عقب نمیتونه بره، به جلو هم راهی نداره و به نظر میاد که فیل خوبی نیست. همینطور راه اسب رو هم بسته توی بازی. علیرضا B6 کرده، میخواد فیلش رو از این قطر گسترش بده و پیاده ها رو تعویض کرده. اوپارین توی حرکت بعدی E4 بازی کرده، به اسب نشسته، داره خدا خدا میکنه که علیرضا فیل بعدش رو بزنه تا اسبش رو بتونه گسترش بده، اما علیرضا بازیکنی نیست که این چیزا از ذهنش بگذره. اسب رو برگردونده، داره فشار رو به پیاده بیشتر میکنه. توی این لحظه بهترین حرکت برای اوپارین این بوده که پیاده رو برونه، قطر فیل رو باز کنه و همینطور بتونه مرکز رو باز کنه، اما تصمیم گرفته با اسب از پیاده خودش دفاع کنه. حالا اینجا جاییه که فشار رو روی پیاده بیشتر میکنه. علیرضا با وزیر از پیاده خودش دفاع میکنه سفید و حرکت C5 از طرف علیرضا. حالا علیرضایی که بازی رو میخواد باز کنه، رخ D1 و پیاده ها رو توی بازی تعویض کرده.
و حرکت اسب C5 از طرف علیرضا فشار رو به این پیاده داره بیشتر میکنه، با سه زور داره بهش حمله میشه و با سه زور هم فعلا داره ازش دفاع میشه. اسب C4 بازی شده، یه دون از زورایی که داشت از این پیاده دفاع میکرد جابجا شد، اما هدف داره، داره قطر رخ رو باز میکنه و اگر که علیرضا بخواد اینجا پیاده رو بزنه به عنوان مثال حرکت اسب در E4 رو انجام بده، حالا حرکت اسب در E6 وجود داره که میبینید داره وزیر و رخ رو چنگال میکنه و نمیتونه هم پس بگیره به خاطر اینکه رخ توی ستونی قرار داره که داره به وزیر هم حمله میکنه. به همین خاطر بعد از حرکت اسب C4 ترجیح داده وزیر رو از توی این ستون برداره علیرضا. شاید حرکت پسیوی به نظر برسه، اما بهتون نشون میدم چقدر فوق‌العاده این وزیر رو علیرضا به بازی برمیگردونه. حالا دیگه زدن پیاده تهدید حساب میشه و بهترین حرکت رو هم اوپارین بازی کرده، حرکت E5 رو انجام داده. اسب D5 به فیل میشینه. حالا دیگه فیل سفید فیل بدی نیست و قطرش بازتر الان و مهره کاربردی تری توی بازی حساب میشه. اگر که بخواد از فیلش هم بگذره ساختار پیاده ایش به هم میریزه سفید، به همین خاطر فیلش رو جابجا کرده و علیرضا هم فیل A6 بازی کرده، فیلش رو توی قطر وزیر قرار داده، همینطور داره فشار رو به اسب سفید هم بیشتر میکنه. B3 از اسب دفاع کرده و رخ D8 از طرف علیرضا بازی شده. وزیر G4 به نظر میرسه طرح‌های حمله‌ای جذابی و اینجا سفید داره. اگر که علیرضا حواسش نباشه مجبور میشه که رخش را با فیل سفید تعویض کنه، به خاطر اینکه اگر بخواد از این ماچ جلوگیری کنه باید پیاده رو برونه و رخش را از دست میده. اما علیرضا توی این وضعیت حرکت فوق‌العاده F5 رو بازی میکنه، داره یک تمپو هم از وزیر سفید میگیره و حالا دارید میفهمید که علیرضا چجوری قراره وزیر خودش رو هم به بازی برگردونه و گسترشش بده. خب توی این لحظه اوپارین باید فکر آمپاسان رو هم از سرش بیرون کنه به خاطر وجود حرکت اسب در F6. میبینید که با تمپو هست این حرکت، وزیر باید جا به جا بشه اما نه هر جایی. وزیر فقط میتونه به خونه F4 بیاد، حتی به خونه H4 هم نمیتونه بره چون توی قطر فیل قرار میگیره. حالا چرا باید به خونه F4 بیاد؟ چون این اسب بی‌دفاع، وزیر باید مدافع اسب بمونه. حرکت F4 رو اینجا میتونه انجام بده با وزیر. علیرضا هم میتونه فیل رو با اسب تعویض کنه و حرکت اسب E4 رو انجام بده. دوباره یه تمپو دیگه داره از وزیر میگیره و رخ ها رو ببینید چقدر فعالن، این فیل رو ببینید چقدر توی بازی فعاله. اسب های سیاه هم توی فعالترین شکل ممکن قرار دارن و همینطور وزیر هم قطرهای خیلی خوبی رو داره کنترل میکنه و به وضعیتی میرسیم که علیرضا بهترین حالت و شکل پذیری مهره ها رو داره. به همین خاطر اوپارین نباید وارد این شاخه بشه و وارد این شاخه هم نشده. بعد از حرکت F5 حرکت وزیر E2 رو انجام داده، وزیر رو به عقب برده. وزیر G6 میبینیم حالا وزیر فیروز جایی که داره کنترل بیشتری رو توی بازی انجام میده. اسب C6 به نظر میرسه که سه تا مهره رو همزمان داره چنگال میکنه این اسب، اما بعد از حرکت رخ D7 میبینیم که همه مهره ها دفاع دارن توی بازی. فیل رو با اسب زده، با رخ پس گرفته و توی حرکت بعدی حرکت فیل E1 رو اوپارین انجام داده. توی این لحظه بهترین حرکت بازی حرکت F4 بوده که ساختار پیاده‌ای مستحکمی رو درست می‌کرده و از پیشروی پیاده‌های سیاه جلوگیری می‌کرده. یه سری مشکل هم داره، الان دیگه خونه E4 خونه ضعیفیه، اسب میتونه اینجا قرار بگیره، همینطور قطر
شاه میبینید ضعیف شده، اما بهترین حرکتی بوده که میتونست اتفاق بیفته توی این وضعیت. حرکت فیل E1 هم حرکت بدی نیست. با حرکت فیل E1 اول داره ستون رخ رو باز میکنه اوپارین، دوم میتونه وزیر خودش رو جابجا کنه که توی قطر فیل نباشه. همینطور این فیل میتونه مهره دفاعی خوبی هم باشه. اما توی این لحظه F4 رو سفید انجام نداد و علیرضا خودش F4 کرد. قطعا دلش نمیخواد با پیاده بزنه ساختار جلوی شاه رو خراب کنه و حرکت اشتباه B4 رو انجام داده. اوپارین زیر فشار زیاد دچار اشتباه شده، داره به اسب حمله میکنه، اما حرکت اشتباهیه. بهترین حرکت اینجا برای سفید حرکت رخ D4 بود که هم از اسب دفاع میکرد، هم میتونست فشار رو به پیاده سیاه بیشتر کنه، میتونست رخاش رو هم توی ستون دی دوبل کنه. اما حرکت B4 بازی شد و به اسمش از توی ذهن اوپارین این بود که الان اسب به خونه A4 میاد با طرح اینکه بعدن به خونه C3 بیاد فشار رو روی پوزیسیون سفید بیشتر کنه. اما با خودش گفته بود بعد از حرکت رخ C1 اگر اسب بیاد دیگه میزنمش و خطری براش ایجاد نمیشه. اما علیرضا اصلا اسب رو رها کرده توی این وضعیت و حرکت فوق‌العاده خوب F3 رو بازی کرده. قربانی پیاده حساب میشه این حرکت و با وزیر که نمیتونه بزنه به خاطر اینکه وزیر رو از دست میده، باید با فیل قربانی رو بپذیره. اما به نظرتون هدف از این قربانی پیاده ای چی بوده؟ میخوام به هم بگید تفاوت فیل تو خونه G2 با خونه F3 برای علیرضا چی بوده که یه پیاده رو براش قربانی کرده. همین الان ویدیو رو استوب کنید و به این پوزیسیون یک لحظه فکر کنید و بهترین حرکت سیاه رو پیدا کنید که علیرضا هم توی بازی انجام داده. توی این لحظه علیرضا حرکت اسب F4 رو انجام داده، حرکت فوق‌العاده، داره به وزیر میشینه، همینطور نمیتونه با پیاده پس بگیره چون وزیر توی ستون شاه قرار داده داره. حالا فهمیدیم که فرق فیل تو خونه G2 با فیل تو خونه F3 چیه. اگر که این فیل خونه G2 قرار داشت، حالا اینجا پیاده اسب رو میتونست بزنه چون شاه دفاع داشت، فیل داشت ازش دفاع میکرد. اما الان شاه دفاعی نداره و حرکت فوق‌العاده از طرف علیرضا مجبوره که وزیر رو تکون بده و تنها خونه ای هم که وزیر داره خونه F1ه، به خاطر اینکه این وزیر حالا باید از این اسب دفاع کنه و نمیتونه از این قطر خارج بشه. و حرکت خوب بعدی از طرف علیرضا فیروزجا، اسب به خونه D3 اومده. فوق‌العاده است این بشر. این اسب رو ببینید فقط توی بازی، ازتون میخوام فقط این اسب رو ببینید که چقدر خونه رو داره توی این بازی کنترل میکنه. و همین الان توی این لحظه ارزش این اسب حتی از وزیر سفید هم بیشتره چون وزیر گیر افتاده. هدف از این حرکت اسب D3 هم اینه که الان میبینید که این اسب هم دیگه دفاع نداره و وزیر بلاک شده توسط اسب سیاه و حالا این اسبه که اینجا در خطره. اوپارین توی این لحظه حرکت B5 رو انجام داده که حرکت خیلی خوبی بوده از نظر انجین. قربانی پیاده هست. حالا چرا حرکت خوبیه خیلی واضح نیست، اما میتونه شاخه های به سیخ کشیدن روخ ها رو در آینده سفید داشته باشه. اما علیرضا هم توی این دام ها نمیفته، فعلا در حال حاضر نمیتونه چون خونه B4 دفاع داره. علیرضا قربانی رو پذیرفته، حالا اسب رو برگردونده. علیرضا هم تصمیم گرفته اسب رو با فیل عوض کنه و توی این لحظه یه اشتباه خیلی بزرگ، یه اشتباه محاسباتی اوپارین مرتکب میشه. توی این لحظه فیل رو زده که حرکت اشتباهی بوده.
توی این لحظه بهترین حرکت این بوده که اسب رو بزنه و بعد از مثلا حرکت اسب H3 کیش، شاه می اومده به خونه G2 و فیل ها رو سیاه دوبل می کرده، با طرح‌های برگردوندن اسب فشار آوردن به فیل سفید که این وضعیت بهترین شاخه برای سفید بوده که باز هم منجر به برد سیاه میشه. و اگر که فکر میکنید اینجا شاه میتونه اسب رو بزنه، امنیت شاه سفید خیلی به خطر میفته و اصلا پیشنهاد نمیشه. اما توی بازی اسب رو نزده، فیل رو زده و یه اشتباه محاسباتی بوده به خاطر اینکه حالا حرکت اسب H3 حرکت خیلی قویه برای سفید. به نظر من اوپارین اینجا فکر میکرده اگر که اسب H3 بازی کنه، خونه G2 رو داره که از فیل خودش دفاع کنه، اما خونه G2 توسط اسب داره کنترل میشه و شاه دلش نمیخواد به خونه کناری هم بره، چون چنگال اتفاق میفته. تنها خونهی که میتونه بره خونه F1 که در نهایت توی این شاخه بعد از تعویض‌ها یک مهره کامل سفید از دست میده و یک اسب کامل علیرضا توی بازی بیشتر داره. اوپارین حرکت رخ D8 کیش رو انجام داده و بعد از حرکت شاه F7 از بازی انصراف داده، چون یک مهره کامل عقبه و برای علیرضا کاری نداره این وضعیت رو بردن. میبینید که فشار زیادی هم داره به پیاده F2 وارد میکنه اینجا علیرضا و تنها راهی هم که میتونه ازش دفاع کنه اینه که رخ رو برگردونه سفید. حالا این همه راه رخ اومده، حالا دوباره بخواد برگرده اصلا آبروریزیه به نظرم. به همین خاطر توی این لحظه گریگوری اوپارین از بازی انصراف داده و یک برد قاطع رو علیرضا تونسته به دست بیاره. امیدوارم از این بازی هم لذت کافی رو برده باشید و از روایت من هم خوشتون اومده باشه. اگر که به شطرنج علاقه دارید ممنون میشم که حتما کانال رو هم سابسکرایب کنید تا جامعه شطرنجیمون گسترده تر بشه. من کیانم و تو ویدیوی بعدی میبینمتون.